تاریخ تمدن قسمت 211 فصل 24 ام از جلد دوم هلنیسم و مشرق زمین بخش سوم پرگامون جذب شدن تدریجی یونانی ها در آسیا قدرت سلوکی ها را ضعیف ساخت و پادشاهیهای های مستقلی در مرزهای دنیای هلنی به وجود آورد تا حدود سال 280 ارمنستان، کاپادوکیا، پونتوس و بیتینیا موفق شدند حکومت های سلطنتی برای خود به وجود بیاورند و دیری نگذشت که شهرهای یونانی دریای سیاه تابع حکومت های آسیایی گردیدند بخارا و سقد نیز در سال 250 استقلال یافتند در سال 247 آرسی ایسیس خان یکی از ایالات ایرانی به نام پارنی حاکم سلوکی ایران را شکست و حکومت اشکانیان را تأسیس کرد که تا قرنها بلای جان رومی ها شد در سال 282 فیلاتایروس که از طرف لیسماکوس 9000 تالنت و قلعه مسلح پرگامون در آسیای صغیر را در اختیار داشت پول را ضبط و اعلام استقلال کرد برادرزادش یومنس شهرهای پیتانه و آتارنئوس را تصرف کرد پرگامون را تبدیل به کشوری سلطنتی نموند 262 آتالوس اول حقشناسی یونان آسیایی را با بیرون راندن گلها که به داخل دیوارهای شهر او نفوذ یافته بودند جذب کرد 230 پسر بزرگش یومنس دوم حکومت بالیاقت او را ادامه داد ولی ناگهان از روم علیه آنتیکوس سوم سو کمک خواست و یونان را در شگفتی انداخت چون آنتیکوس را در ماگنسیا شکست دادند رومیان تقریبا تمام آسیای صغیر را به یومنس واگذار نمودند برادر و وارثش آتالوس دوم به علت عدم اعتماد به پسرانش در اینکه بتوانند پرگامون را آزاد نگاه دارند در هنگام مرگ پادشاهی خود را به روم بخشید 139 دولت کوچک پرگامون تا میتوانست کوشید که تولد و رشد خائنانه خود را جبران کرده از لحاظ مرکزیت هنر و دانش با اسکندریه رقابت کند ثروتی را که از معادن ها مزارع گندم محصولات پشم و پوست عطر ساختن آجر و کاشی و زبردستی در تجارت جزایر شمالی دریای اژه به دست می آورد نه تنها صرف نگاهداری ارتش و نیروی دریایی نیرومندی می نمود بلکه در راه تشویق هنر و ادبیات صرف می کرد شاهان پرگامون عقیده داشتند که دولت و مؤسسات انتفاعی خصوصی می توانند به نحو مفیدی رقابت کرده متفقا جلوی بیکفایتی و هرس و آز را بگیرند شاه عراضی وسیعی را به دست غلامان کشت می کرد و کارخانه ها و معادن بسیاری را البته نه به طور انحصاری اداره می نمود در این سیستم منحصر به فرد ثروت زیاد شد و چندین برابر گردید پرگامون پایتخت آراسته شد که به خاطر معبد زئوس، کاخهای مجلل، کتابخانه و تئاتر، ورزشگاه ها و حمام ها و حتی مستراهای عمومی که شهرداری به آن میبالید مشهور بود. کتابخانه شهر از حیث تعداد کتاب و شهرت دانشمندان بعد از اسکندریه به درجه اول بود و برای تفریح و لذت مردم مجموعه بزرگی از نقاشی های آن روز در موزه نقاشی شهر گرد آمده بود برای حدود نیم قرن پرگامون زیباترین تمدن هلنی بود در این حال خاندان سلوکیه رو به ازمهلال داشت پیدایش سلطنت های مستقل تقریبا قدرت آن را به بین النهرین و سوریه محدود ساخته بود اشکانیان، پرگامون، مصر و روم با صبر و حوصله از هر مدعا حمایت کرده با برانگیختن آتش جنگ های داخلی موجبات تضعیف آن را فراهم می ساختند. در 1053 درست وقتی که دموتریوس اول در صدد احیای قدرت سلوکیان بود روم سربازان مزدوری را از هر گوشه گرد آورد تا ادعای پوچ یک ماجراجوی سومری را نسبت به تخت و تاج به کرسی بنشاند پرگامون و مصر نیز در این حمله شرکت کردند. دمتریوس قهرمانانه جنگید و کشته شد و قدرت سلوکی ها به دست الکساندر بالاس بیکفایت افتاد که آلت دست معشوقه هایش و روم بود بخش چهارم هلنیسم و یهودی ها تاریخ یهود در عصر هلنیستی بر محور دو مبارزه میچرخید یکی مبارزه برون مرزی آسیای سلوکی ها و مصر بطالسه بر سر فلسطین و دیگری مبارزه درونی راه و رسم زندگی هلنیستی و ابرانی مبارزه نخستین از لحاظ تاریخی مرده است و می شود فعلا از آن صرف نظر کرد اما متیو آرنولد معتقد است که مبارزه دومی معرف یکی از ماندگارترین برخوردها و شکافها بین احساس و تفکر بشر است در تقسیم اولیه میراث اسکندر مملکت یهودا در فلسطین جنوب سامره به بطلمیوس رسید سلوکی ها این تقسیم را هرگز نپذیرفتند زیرا خود را از مدیترانه دور میدیدند و از طرفی به ثروتی که ممکن بود از دمشق و اورشلیم به دست آید طمع داشتند در نتیجه جنگ‌هایی که پیش آمد، بطلمیوس اول فاتح شد و یهودا بیش از یک قرن تحت تسلط بطالسه باقی ماند. 312 الی 198 قبل از میلاد. و هرچند که سالیانه 8000 تالنت عوارز میداد رو به رونق و ترقی نهاد. در این مدت یهودا از خودمختاری وسیعی برخوردار بود. و توسط مقام موروسی کشیش اعظم اورشلیم و مجمع بزرگ اداره میشد این گروسیا یا شورای بزرگان قوم که ازرا و نهمیا دو قرن تشکیل داده بودند ازرا از کاهنان یهود و متولد بابل بود نهمیا ساقی اردشیر اول حخامنشی اردشیر درازدست بود و به حکومت یهودا رسید نام دو کتاب هم در کتاب مقدس به نام ازرا و نهمی است. اکنون هم سنا و هم محکمه عالی شده بود اعضای هفتاد نفری یا بیشتر آن از سران خانواده های بزرگ و باسوادترین دانشمندان سرزمین انتخاب می شدند قوانین و مقررات آن طرح بنیاد یهودیت را از عصر یونان باستان تا امروز ریخت اساس یهودیت مذهب بود روح اطاعت و حفظ اصول مذهبی در هر مرحله و لحظه زندگی یهودیان وجود داشت اخلاقیات و رفتار مردم را شورای بزرگان در کمال جدیت و با دقت مقرر می داشت بازی و ورزش بسیار معدود و محدود بود ازدواج با خارج از دین تجرد و سخت جنین ممنوع بود این بود که یهودیان فرزندان بسیار آوردند همه را به عرصه رساندند و علا رقم جنگ و قحطی تعدادشان روز به روز افزایش میافت تا آنجا که در زمان قیصر هفت میلیون کلیمی در امپراتوری روم زندگی میکردند قسمت اعظم آنها قبل از دوره مکابیان کشاورز بودند یهودی ها هنوز کاسب و تاجر نشده بودند حتی در قرن اول میلادی جوسفوس می نویسد ما مردمی بازرگان نیستیم بزرگترین تاجران آن زمان فنیقی ها, عرب ها و یونانی ها بودند بردگی در یهودا نیز چون سایر نقاط بود منتها مبارزه طبقاتی نسبتا شدت کمتری داشت هنر رواجی نداشت فقط موسیقی رو یافت. نی، تبل، سنج، بوق، چنگ و بربت آواز یک نفره آواز دست جمعی و آوازهای مذهبی را همراهی می کردند. مذهب یهود تشریفات مذهبی یونان را تحقیر می کرد. با تصویر خدایان، وخش و تفعل به وسیله امعای پرندگان کاری نداشت چون مذهب یونان خواص انسانی به خدای خود نمیداد خرافات کمتر داشت و شادی و تجمل مذهب یونانی را فاقد بود در مقابل آینهای شرک یونانی کشیشهای یهودی در آوازهای مذهبی خود برگردانی میخواندند که هنوز هم در کنیسه ها به گوش می رسد. بشنو ای بنی اسرائیل خدای ما یهوه است و او یکیست به این مذهب ساده و خالص یونانیان مهاجم تمام انحرافات و وسوسه های تمدن مجلل و لذت طلبی خود را اضافه کردند اطراف یهودیه را حلقه از شهرها و آبادی های یونانی مانند سامره، نیاپولیس، قزه، اسکلون، آزوتوس، جویا یا یافا آپولونیا دوریس سیکامینا پولیس یا هیفا اکا یا اکر فرا گرفته بود در آن طرف اردن شهرهای دمشق گاداریا گراسا دیوم فیلادلفیا پلا رافیا هیپون اسکیتوپولیس و کانتا وجود داشت که هر یک دارای ادارات، تأسیسات، معابد خدایان، مدرسه و دانشگاه، ورزشگاه و بازیهای لخت یونانی بودند. از این شهرها و همچنین از اسکندریه، انتاکیه، دلوس و رودس مردم یونانی و یهودی به اورشلیم می‌آمدند و با خود آن مشرب مصری هلنیسم را می‌آوردند. که دل دادن به علم و فلسفه هنر و ادبیات زیبایی و لذت طلبی آواز و موسیقی بادگساری و عیش و نوش ورزش و روسفی و جوانان خوبروی جزو آن بود و تعمقی سرخوشانه به همراه داشت که نسبت به تمام اخلاقیات تردید میکرد و متضمن نوعی شکاکیت غیر روسایی بود که تمام اعتقادات ما بعد و طبیعی را زیر و زبر می کرد چطور جوانان یهودی می توانستند در مقابل این وسوسه ها دعوت و لزایز و این آزادی از محدودیت های جانفضا مقاومت کنند جوانان زیرک یهودی شروع کردند که موبدان را به عنوان مالندوز مسخره کنند و پیروان آنها را احمقانی بدانند که بدون چشیدن طعم خوشی و تجمل و لذایز زندگی پیر می شوند یهودیان ثروتمند نیز تحت نفوذ قرار گرفتند زیرا استطاعت مالیان را داشتند که تسلیم وسوسه ها شوند یهودیانی که در یونان منصبی رسمی داشتند سیاست را در این میدیدند که به زبان یونانی تکلم کرده به راه و رسم یونانی زندگی کنند و حتی از خدایان آنها تجلیل نمایند در مقابل این حجوم نیرومند به فرهنگ و احساسات یهود سه نیروی مدافع وجود داشت یکی تعقیب و آزار آنتیکوس چهارم دیگری حمایت روم و سومی قدرت و حیثیت قانونی که یهودیان آن را خدایی و آسمانی می دانستند. همچنان که بدن در مقابل مرض شبکه دفاعی تشکیل می دهد آنهایی که در میان یهودیان تعصب مذهبی بیشتری داشتند متشکل شده خود را مؤمنین می خاندند. این گروه با این پیمان که از نوشیدن شراب تا مدت معینی پرهیز کنند به وجود آمد حدود 300 قبل از میلاد اما بعد بنابر مقتضیات روانی ناشی از جنگ در پیرایشگری راه افراد پیمودند و از کلیه لذات بدنی و جسمانی که آنها را با تسلیم شدن به شیطان و یونانی ها برابر می دانستن پرهیز می کردند. یونانی ها با اعجاب به آنها می نگریستن و آنها را با مرتازان هند که هنگام لشکرکشی اسکندر در هندوستان دیده بودند برابر می دانستن. حتی یهودیان معمولی مؤمنین را تقبیه می کردند و راه تری از آنها می جستند. اگر به خاطر کوششی که آنتیکوس چهارم ملقب به اپیفانس یا مشهور کرد تا تمدن یونانی را به زور شمشیر به یهودیت تحمیل کند نبود شاید مصالحه بین دو روش زندگی انجام گرفته بود در سال 198 آنتیکوس سوم بطلمیوس پنجم را شکست داد و یهودا را جزو امپراتوری سلوکیه کرد یهودیان که از یوق مصری به سطوح آمده بودند از آنتیکوس پشتیبانی کردند تصرف اورشلیم را به دست او به عنوان آزادی خود استقبال کردند لکن جانشین او آنتیکوس چهارم که لشکرکشی های بزرگی را تحمیریخ و محتاج پول بود به یهودا به نظر منبع درآمد مینگریست لاجرم فرمان داد که یهودیان یک سوم محصول قلات و یک دوم محصول میوه خود را به عنوان مالیات بدهند علا رقم آن که معمولا خاخام اعظم یهود منصبی ارسی بود شخص چاپلوسی به نام جیسون را به این سمت منصوب کرد این شخص که نماینده گروهی بود که اعضای آن طرفدار یونانی کردن یهودا بودند اجازه خواست که به تشکیل مؤسسات یونانی در یهودا بپردازد آنتیکوس با خوشحالی پذیرفت زیرا از گوناگونی و مقاومت آینهای شرقی در آسیای یونان به عذاب آمده بود و اندیشه متحد کردن امپراتوری چند زبانه خود را تحت یک قانون و یک مذهب در سر می پرورند. چون جیسون در اجرای این امر عجله کافی نشان نداد آنتیکوس او را با منلاوس که وعده های بزرگتر و رشوه بیشتری میداد تعویز کرد در مدت حکومت او یهوه با زئوس یکی شد کشتی های معابد برای تهیه پول به فروش رفتند و حتی در پاره ای از اجتماعات کلیمی برای خدایان یونانی قربانی کردند ورزشگاهی در اورشلیم باز شد و جوانان یهودی و حتی خاخام ها برهنه در بازی های ورزشی شرکت می کردند. بعضی جوانان یهودی در شور و شوق هلنیست تن به اعمال جراحی میدادند تا کمبودهای جسمانی خود را که ممکن بود نژادشان را فاش بنماید جبران کنند مقصود این است که چون یهودیان خط نمی کردند نجادشان معلوم می شد بنابراین کاری می کردند که رفع این نقیصه شود یهودیان که از این جریانات تکان خورده بودند و احساس می کردند که موجودیت مذهبشان به مخاطره افتاده اکثر به طرف مؤمنین متمایل شدند به آنها گرویدند چون پوپیلوس آنتیوکوس چهارم را از مصر بیرون کرد به اورشلیم خبر رسید که آنتیوکوس کشته شده است یهودیان از شادی سر از پانش ناخته به مأموران او حمله برده و اخراجشان کردند رهبران طرفدار یونان را کشتند و معبد خود را از کراهت شیطانی پاک کردند آنتیوکوس که مرده بلکه مورد خفت قرار گرفته بود بیپول و معتقد به اینکه یهودیان در لشکرکشی او به مصر خرابکاری کرده بودند و توطعه می کردند که یهودا را به بتالسه ملحق گردانند به اورشلیم تاخت هزاران نفر زن و مرد یهودی را کشت و معبد آنها مورد بیحرمتی قرار گرفت و آن را قارت کرد قربانگاه طلای آن را ربوده و ثروت و گنجهای آن را ضبط نمود منلاوس را دوباره به کار گماشت و فرمان داد که یهودیان را به زور یونانی کنند 167 او فرمان داد که معبد را دوباره به زئوس هدیه کنند به جای مهراب قدیمی مهرابی تازه بسازند و قربانی های معمولی را متروک و تنها خوک قربانی کنند اجرای ثبت را ممنوع کرد و ختنه کردن را جرم بزرگی اعلام نمود در سراسر یهودا مذهب قدیم و آینهای آن ممنوع شد مراسم یونانی با زور شمشیر تحمیل گردید هر یهودی که از خوردن گوشت خوک ابامی کرد یا کتاب مقدس همراه داشت زندانی یا کشته میشد و هر جا کتاب آسمانی پیدا می شد آن را می سوزانیدند. به دستور او شهر اورشلیم را آتش زدند دیوارهایش را خراب کردند و سکنه یهودیش را به بردگی فروختند مردم خارجی را در آنجا سکونت داد و بر کوه سهیون قلعه جدیدی ساخت و پادگانی از سربازان خود در آنجا گذارد تا به نام شاه حکومت کند آنتیکوس ظاهرا گاهی در فکر آن بود که خود را خدا اعلام کند و از مردم بخواهد که او را پرستش و نیایش کنند افراد در زجر و آزار یهودیان روز به روز بیشتر می شود. همیشه در هر اجتماعی اقلیتی هستند که ذاتا از آزاد بودن در آزار مردم لذت میبرند این کار نوعی رهایی از قیود تمدن است معموران آنتیکوس که به هر گونه تظاهر یهودیت در اورشلیم خاتمه داده بودند مانند آتشی که زبانه می کشد به دهات و شهرهای کوچک حمله بردند هر جا می رسیدند مردم را وامی داشتند که بین مرگ و پرستش آین یونانی که شامل خوردن گوشت خوک قربانی بود یکی را انتخاب کنند تمام کنیسه ها و مدارس یهودی بسته شد آنهایی که از کار کردن در روز شنبه ابا کردند به عنوان یاقی تحت تعقیب قرار گرفتند یهودیان را وامی داشتند که مانند یونانی ها تاج گل پیچک بر سر گذارند در مراسم مذهبی شرکت کنند و به احترام دیونوسوس آوازهای گوشخراش بخوانند بسیاری از یهودیان به مقتضیات روز عمل کردند و منتظر شدند تا طوفان بگذرد عده زیادی به قارها و کوها فرار کردند با زحمت چیزی از زمین به دست آوردند و مصممانه به اجرای آین یهود ادامه دادند افراد فرقه مؤمنین بین آنها رفت آمد می کردند و ایشان را به صبر و شجاعت دعوت می کردند قسمتی از سربازان شاهی به قاری که هزاران نفر یهودی از زن و مرد و کودک در آن میزیستن رسیدند و فرمان دادند که همگی از غار بیرون شوند یهودیان اطاعت نکردند چون شنبه بود حاضر نشدند که کار کنند و سنگهایی را که ممکن بود در غار را صد کنند حرکت دهند سربازان با شمشیر حمله کردند ادهی را کشتند بقیه را در دود خفه کردند زنهایی که پسرانشان را ختنه کرده بودند با نوزادانشان از دیوار شهر حلقاویز شدند یونانی ها از قدرت این آین قدیمی به حیرت آمدند زیرا قرنها بود که چنین استحکام عقیده ای بودند داستان شهیدان این معرکه دهان به دهان گشت و کتاب چون اول و دوم مکابیان را پر کرد بدین ترتیب نخستین نمونه شهادت به مسیحیت عرضه شد یهودیت که نزدیک به تحلیل رفتن بود در روح اجتماعی و مذهبی مردم توسعه یافت و حالت انزوای دفاعی به خود گرفت در میان یهودیانی که در آن روزها از اورشلیم فرار کردن متاتیوس نامی بود که از خانواده هاسمونایی از قبیله هارون و پنج پسرش یوحنان، سیمون، یهودا، الیازر و جاناتان چون آپلس که مأمور آنتیوکوس بود به مودین که این شش نفر مخفی شده بودند آمد مردم را جمع کرد و از آنها خواست که قانون را مردود شمرده برای زئوس قربانی کنند متاتیاس كهنسال با پسرانش قد برافراشت و گفت حتی اگر تمام مردم در این کشور فرمان جدایی از آین خود را اطاعت کنند من و پسرانم به عهد اجدادی خود وفادار خواهم ماند همین که یکی از یهودیا جلو رفت تا قربانی مورد نظر را به معبد تقدیم کند متاتیاس او را کشت و نماینده شاه را نیز به قطر رساند سپس به مردم گفت هر کس طرفدار قانون است و می‌خواهد از عهد خود دفاع کند به دنبال من بیاید عده زیادی از دهقانان به دنبال او و پسرانش به سوی کوه‌های ابراهیم روانه شدند در آنجا دسته کوچکی از یاقیهای جوان و طرفداران مؤمنین که هنوز زنده بودند به آنها پیوستند چندی بعد متاتیاس در حالی که پسرش یهودای مکابی را به رهبری گروه منصوب کرده بود درگذشت یهودا جنگجویی بود که شجاعتش مانند پرهیزکاریش زبانزد همه بود قبل از هر جنگی مانند مؤمنین دعا می کرد لکن در میدان نبرد چون شیر خشناک می جنگید این ارتش کوچک در کوه مانند حیوانات میزیست و از ریشه گیاهان تغذیه میکرد سربازان آن گاه گاه به سر مردم دهکده می و از دین برگشتگان میکشتند محراب های کافران را فرو میریختند و هر کودکی را می که ختنه نشده بود شجاعانه ختنه میکردند چون این اخبار به گوش آنتیوکوس رسید ارتشی از یونانی های سوریه برای در هم شکستن نیروی مکابیان فرستاد یهودا با لشکریان او در دره امواس مساف داد و گرچه ارتش یونانی از سربازان تعلیمات دیده مزدور تشکیل شده و همگی کاملا مسلح بودند و پیروان یهودا اسلحه درستی نداشتند یهودیها پیروزی کامل یافتند 166 آنتیوکوس قوای بزرگتری فرستاد که سردار آن چندان به پیروزی خود اطمینان داشت که سوداگران برد فروش را همراه خود برد تا یهودیان را که اسیر شده فرض می کرد بخرند و حتی بر دیوارهای شهر نرخ آنها را اعلام کرد یهودا این ارتش را هم در میزیپا چنان شکستی داد که اورشلیم بدون مقاومت به دستش افتاد وی تمام قربانگاه های کفار را خراب کرد تزئینات معبد را از بین برد آن را پاک کرد و از نو تقدیم یهوه نمود و تشریفات قدیمی را در میان تحسین یهودیان متعصبی که برمیگشتند برقرار ساخت 164 جشن سالیانه این بازگشت و تقدیم مجدد معبد به یهود یا هانوکا هنوز هم یهودیان در خانه های خود برپا می دارند. چون لوسیاس نایب و سلطنه با ارتش جدیدی برای تسخیر پایتخت حرکت کرد خبر رسید که این بار به درستی که آنتیوکوس مرده است سال 163 لوسیاس که میخواست در سایر جاها آزادی عمل داشته باشد به یهودیان پیشنهاد کرد که حاضر است به شرط خلع سلاح به آنها آزادی مذهبی بدهد فرقه مؤمنین پذیرفت لکن مکابیان نپذیرفتند یهودا اعلام کرد که اگر مملکت یهودا میخواهد از کشت و کشتار بعدی در امان باشد باید آزادی سیاسی و مذهبی توام داشته باشد طرفداران وی که از رسیدن به قدرت مست شده بودند به نوبت به کشت و کشتار یونانی ها نه تنها در اورشلیم بلکه در شهرهای سرحدی پرداختند در سال 161 یهودا نیکانور را در آداسا شکست داد و با جلب اتحاد روم موجب تقویت قدرت خود شد لکن در همان سال در جنگی که شرایط سختی برای او داشت به قتل رسید برادرش جاناتان جنگ را شجاعانه ادامه داد لکن او نیز در عکا به قتل رسید سال 143 تنها برادر بازمانده سیمون به کمک روم موفق شد استقلال یهودا را به دموتریوس دوم بقبولاند سال 142 طبق فرمان عمومی سیمون به سمت خاخام اعظم و سردار کل منصوب شد و چون این سمت ها در خانوادهش مروسی گردید وی مؤسس سلسله هاسمونایی شد اولین سال سلطنت او را شروع عصر جدیدی دانستند و با ضرب سکهی احیای قهرمانی کشور یهود را اعلام کردند فردا شب قسمت بعد فصل 25 مصر و مغرب زمین